جنجال، اشتیاق، لحظاتی خنددار، هوادارانی افراطی، صخره نوردی و داستانهای عجیب و فان ورود رونالدو به ایران، همه و همه در همین ویدیو. بالاخره پس از مدت‌ها انتظار و کلی شایعه، کریس رونالدو به همراه کاروان النصر وارد شهر تهرانی شد که از شب قبل با همکاری باشگاه پرسپولیس و شهرداری تهران بنرهای مبنی بر خوشامدگویی به اونها در سطح شهر نصب شده بود و کل تهران و ایران آماده استقبالی با شکوه از اونها بودند. پذیرایی از رونالدو از همون فرودگاه آغاز شد، جایی که با یک شاخی گل و یک پک مناسب برای ختم و مجلس عزاداری از اونها پذیرایی انجام شد. اما در ادامه با هدیه لاکچری این پذیرایی سمی رو تونستیم بشوریم و بذاریمش کنار. برای خوشامدگویی و تقدیر از رونالدو یک تخت قالیچه نفیس دستباف تمام ابریشم که واقعا هم بسیار زیبا بود به اون هدیه دادن. این قالیچه نفیس ارزشی 4 میلیاردی داره و به قدری هم زیباست که خود رونالدو هم چشماش برق زد از دیدنش. مسئولان پرسپولیس از سادیو مانه هم به همین شکل با قالیچه نفیس و لوح یاد بود پذیرایی کردند و به اون هم خوش آمد گفتن. بعد از استقبال گرم در فرودگاه، آقای رونالدو و دوستان با اسکورت ویژه سوار بر اتوبوس‌های اسپشیال به شوفری عمو مجید که یک شبه کلی معروف شد و فالوور گرفت، در میان ازدحام و تشویق مردم فرودگاه رو به مقصد هتل اسپیناس پالاس ترک کردند. البته هتل نگو بلا بگو، هتل در تسخیر کریس فنا بود. یه جوری رونالدو فنا تجمع کرده بودن که شانس آوردیم CR7 حکم جهاد نداد، وگرنه معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد. انقدری استقبال مردم پرشور بود و ازدحام زیادی داشتن که حتی این مجسمه هایی هم که برای عدم تحریک پوشونده بودنشون هم به چشم نیومد و رونالدو و دوستان به گناه نیفتادن. هر چقدر پذیرایی خوراکی در فرودگاه بد بود، اما در هتل به شکلی خوب و قابل احترام آماده پذیرایی از دوستان بودن که این بار یه جای کار دیگه میلنگید. ازدحام وحشتناک مردم در مقابل هتل حسابی جنجال به پا کرد. از پشت هتل نمیدونم صخره بود، خرابه بود، چی بود، اما به سرعت به سمت هتل برای دیدن کریس رونالدو میومدن. در مقابل هتل تجمع وحشتناکی داشتند و هر دقیقه به تعداد مردم اضافه میشد، تا جایی که یکی از درهای ورودی هتل رو شکستن و وارد لابی هتل شدن تا کریس رونالدو رو ملاقات کنن. خیلی ها بعد از این صحنه ها طعنه به فرهنگ و تمدن مردم میزدن و معتقد بودن آبرو و حیثیتمون رفته و توپ رو در زمین مردم انداخته بودن. اما به نظرم اشتباه نکنیم، همه جای دنیا مردم برای دیدن اسطوره، ستاره یا کسی که بسیار معروف و مشهور و محبوبه صف می‌بندن و عاشقانه براش تجمع می‌کنن، گرد هم میان، ولی این وظیفه حفظ و کنترل اونها بر عهده مسئولینه. مسئولین باید نظم و امنیت رو برقرار کنن. لطفاً لطفاً ضعف خودتون در برقراری نظم و امنیت رو حواله ندید به بی‌فرهنگی مردم. باید مسئولین تدابیر مطمئن‌تری برای حفظ کردن جمعیت می‌اندیشیدن. خلاصه مدیر هتل اسپیناس هم اعلام کرد که این اتفاقات به هتلش ضرر زده، اما خب سودش قطعاً براش بیشتر بوده. اون اعلام کرد که 32 نفر هر کدوم 42 میلیون هزینه کرده بودن تا بتونن با داشتن یک شب اقامت هتل شانس این رو داشته باشن که CR7 رو از نزدیک ببینن، که البته این مهم برای بعضی هاشون هم فراهم شده. یکی از اونها هوادار کوچک و بامزه به نام آدریان بود، که بریم مصاحبهش رو ببینیم. آدریان چرا گریه میکنی؟ من اگه ما اومدیم اینجا از کهنه خونه بونم اینجا از هتل گرفتیم بیان رونالدو رو ببینیم، این همه بچه به گریه انداختن ولی بادم اینا قبول نمیدن ما آدریان رو ببینیم. نمیذارن امو جون، وقتی نمیذارم ببینیشون بس میگیری خودتو میدونه صاحب این آدر کیه. اون بابا فرقی داره، اونم آدم دیگه، ما هم آدمیم، چه فرقی با ما داره؟ حالا فکر کن اگه رونالدو رو دیدی چی میخوای بهش بگی؟ هرچی میگم میگم دیگه هیچ وقت این هتل نیا. ای بابا خب فکر کنی حالا برنده بازی پرسپولیس النصر کی بشه؟ نمیدونم. تو پرسپولیسی هستی خوده؟ نه. خود طرفدار کدوم تیمی؟ استقلال. استقلال، ممنونم، مرسی.
بعد از این مصاحبه جذاب و دلنشین، النصری ها تدارک دیدار اون با رونالدو را ترتیب دادن که CR7 هم خیلی گرم و صمیمی از اون استقبال کرد و اتفاق بسیار دلنشین و خاطر انگیزی رو برای آدریان کوچولو رقم زد. ای کاش مسئولین ما هم فکری بکنن که فاطمه خانم معلول که این تابلوی بسیار زیبا رو با پاش برای رونالدو کشیده بتونه کادوش رو به CR7 بده و آرزوش رو براش محقق کنن. واقعا کار خیلی بزرگ و خیلی پیچیده‌ای نیست، فقط یکم درک و شعور و همت میخواد که امیدوارم ترتیب این دیدار رو بدن و فاطمه خانم بتونه به آرزوی قلبیش برسه. در آخر امیدوارم خاطرات بسیار خوبی از ایران و ایرانی در ذهنشون موندگار بشه. آقای کاسترو و عبدالرحمن غریب در نشست خبری قبل از بازی از امنیت و شرایط و اون نوع طرفداری تمجید کرده بودند و این احساس خوب رو دریافت کرده بودند و نقاط منفی و ضعفمون رو خیلی انگار به چشمشون نیومده بود. راستی اینم بگم که مأمور مهار کریستیانو در این بازی حسین اتوبوسی چیز ببخشید حسین کنعانیه که کار خیلی سختی داره و باید ببینیم که در طول بازی چی کار میکنه.